الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. به نام خدایی که در این حوالی است، خدایی که بندگیش خوش احوال است. سلام علیکم، عرض ادب و احترام بنده را پذیرا باشین. در آخرین لحظات و آنات روز بزرگ عرفه و اولین ساعات عید سعید قربان قرار داریم. تبریک عرض میکنیم فرا رسیدن عید بزرگ قربان به یکایک شما مؤمنین، شما بندگان مقرب درگاه الهی، و همچنین گرامی می‌داریم یکایک لحظات ناب بندگی و خلوصتان به درگاه الهی در این روز بزرگ، روز عرفه، و امیدوار هستیم که بنده و همه همکارانم از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. و وقت بیداری رو مشاهده می‌کنید از رسانه جهانی هادی، و افتخاری دیگر دوباره نصیب بنده و همکارانم شد که دقایقی رو با شما باشیم. ویژه برنامه امشب تقدیم شما خواهیم کرد، گفتگویی با موضوعی بسیار خاص، قصه ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام، و با افتخار امشب در محضر جناب استاد رسولی، چهره آشنای برنامه های رسانه جهانی هادی است. سلام علیکم استاد، خوش آمدین. تبریک عرض میکنیم عید سعید قربان محضر. علیکم السلام و رحمت الله. من خدمت شما تبریک و تهنیت شادباش عرض میکنم. امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی بهترین ها را برای شما انشاءالله مقدر بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان و همراهان همیشگی در هر جایی که هستین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، موفق و پیروز باشین. ایام بکام، عید سعید اضحا یا قربان را خدمت تک تک شما تبریک و تهنیت و شاد باش عرض می کنم. امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی بهترین ها را برای همه شما انشاءالله مقدر بفرماید. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. در خدمت هستیم. سلامت باشین استاد. استاد، قصه ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام، چرا وارد این قصه شدیم استاد؟ و چرا عبارت قصه بالاخره مورد استفاده قرار؟ خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز باید عرض کنیم، همون رقم که قرآن عظیم و شان خودش در سوره حضرت یوسف میفرماید که نحن نقص عليك احسن القصص، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك. هذا القرآن میگه ما برای تو بهترین قصه را وحی کردیم. بله، که عبارت زمین قرآن عظیم و شأن باشه. و قصه را قصه میگه از ماده قصه، قصه به معنای دنبال کردن یک چیز. قصه را که قصه میگن به خاطری که دنبالی همون رخ داده، یک رخ داده اتفاق افتاده، و ما فعلا وقتی برای همدیگر بازگو میکنیم در اصل ادامه همون را برای همدیگر میگیم و اون داستان دنبال میکنیم. این که ما قصه میگیم، مخصوصا قرآن وقتی از واژه قصه استفاده کرده که قصص، یک سوره به نام سوره قصص داریم، داستانگویی که مثل در برخی از جاها هست نیست. قرآن قصه میگوید و داستان میگوید، یا به تعبیر هیستوری میگوید، به خاطری که درس باشه. شما در همین قصه داستان حضرت یوسف علیه السلام ببینید چه درس های ناب هست. و ما در قصه حضرت ذبح، قصه ذبح حضرت اسماعیل وارد عظیم میشیم و از خود قرآن عظیم الشان استفاده میکنیم و درس هایی که امروز میتونه برای ما و شما و بینندگان عزیز باشه اینا رو دنبال میکنیم. پس ما که قصه را شروع کردیم به تبع خود قرآن است، از جیب چیزی نمیگوییم. در خدمت هستم. استاد، سوالی که در همین لحظات ابتدایی باید از شما پرسان کنیم این است که چرا حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور شد تا پسرش حضرت اسماعیل به قربانگاه ببره و قربانی کنه؟ خدمت شما عرض کنم، شما در جریان هستین که حضرت ابراهیم یک از پیامبران اولو العزم و پیامبری است که به عنوان اسوه و مقتدا و قدوه و جلودار برای
همه انسانها تا قاف قیامت چی شده؟ معرفی شده. و این انسان نبوده مگر که یک انسان خستگی ناپذیر در راه توحید و اعتلای کلمه حق بسیار مجاهدت کرد، بسیار تلاش کرد. از او زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام تبر را گرفت و به بتخانه رفت و تمام بت‌ها را شکاند به تعبیری و تبر را انداخت به دوش بت بزرگ که بلکم اونا بیایه از خودشان سوال کنه و اتفاقا سوالم کردم، گفت تو که این کار را انجام دادی؟ گفت از بت کلان پرسان کنن، گفت که صحبت نمی کنه. اتفاقا حضرت ابراهیم دنبال از این قضیه هم بود که اینا را چی بیندازه؟ گیر بیندازد. اما وجدان خفته از اونا بیدار نشد، بلکه ادامه قصه ما از قرآن عظیم الشان در سوره صافات خدمت شما عرض کنیم. ادامه قصه رقمیه که پس وجدان های از اونا بیدار نشد که هیچی، گفتن که یک بنیان بسازین و حضرت ابراهیم علیه السلام از او بنیان پرت کنین داخل آتش. قالبنو له بنیانا فالقوه فی الجحیم. حالا ظاهرا اون بنیان منظورش همون منجنیقی بوده یا وسیله ای بوده که حضرت ابراهیم علیه السلام از او طریق اینا گفتن بندازین داخل آتش که تعبیر قرآن جحیمه. خب جحیم واقعا یکی از نامهای جهنم هم هست. فارادو بهی کیدا، مردم یعنی مردم بابل ناگفته نمانه این قضیه در بابل اتفاق افتاده، یعنی در بین النهرین در کشور عراق امروزی. فارادو بهی کیدا، مردم کید و دسیسه کردن. فجعلناهم الاسفلین، اما ما اونا را پایین قرار دادیم. منظور خدای تبارک و تعالی است که ما حضرت ابراهیم از این سختی که خودش یک نوع چیه؟ آزمایشه، از این میگه نجاتش دادیم. حالا وقتی که حضرت ابراهیم نجات پیدا کرده و داستانش مفصله که خدای سبحان به آتش دستور داد که یا نارو کونی بردن و سلاما، ای آتش بر ابراهیم سرد و سالم شد. و خب سردم شد، سالمم شد، گلستانم شد. وقتی ابراهیم دید که محیط بسیار محیط کثیفیه، محیط بسیار آلودهیه، وجدانهای اینا را ابراهیم علیه السلام خواست بیدار کنه، اما وجدانهای اینا بیدار نشد. خب در این رقم جای اگر ما و شما باشیم چیکار میکنیم؟ هر انسان عاقلی که باشه تغییر موقعیت و تغییر جهت میده. لذا حضرت ابراهیم علیه السلام از بابل هجرت میکنه به فلسطین تا در یک شرایط خاص و یک موقعیت خاص و یک جایگاه خاص بتانه بذر توحید بکاره و درخت توحید آبیاری کنه. در اینجا ادامش قرآن رقم میفرماید و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین، من به سوی پروردگار خودم روانه میشوم، امیدوارم که خداوند مرا هدایت کنه. و جالبش اینجایه، در این دور زمان حضرت ابراهیم فرزندی نداشته، یعنی خودش بوده و همسرش بوده و کنیزی که باز متعلق به کی بوده؟ به همسرش، همسرش ساره، کنیز متعلق به ساره حضرت کی؟ هاجر، که ما با هاجر کار داریم در داستان ما. هاجر نقش بسیار زیبایی را داره. بعد باز دعا میکنه. تمام زندگی حضرت ابراهیم و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم برای ما درسه، تمامش. از او بدبختی خداوند نجاتش داده، باز میگه من به سوی خداوند روانستم، یا به تعبیری من به سوی خداوند روانستم، یعنی از این موقعیت بخوایم برم به یک موقعیت دیگه. یه مرخم که ما خدمت شما اشاره کردیم، رب هب لی من الصالحین، خدایا ببخش برای ما از صالحان. البته بسیار دعا زیبایه، نگفت که ذریه ببخش، نگفت که بچه ببخش، نگفت، تعبیر قرآن است، بسیار زیبایه. میگه رب هب لی من الصالحین، خدایا ببخش به من از صالحان. منظورش همو پسری است یا منظورش همو ذریه است. بعد خدای تبارک و تعالی میگه فبشرناه بغلام حلیم، ما او را بشارت دادیم به غلامی که حلیمه. حلیم به معنای بردبار، یعنی کسی که توانایی گرفتن انتقام را داره از طرف مقابلش. مثلا ممکنه طرف مقابلش یک کار بسیار زشت انجام داده باشه و این توانایی انتقام گرفتن هم داره، اما در این حال میبخشه و با بزرگواری از کنار از این رد میشه. میگه ما بشارت دادیم حضرت ابراهیم را
و یک غلام حلیم، یک غلامی که او چی باشه؟ بزرگوار باشه و خیشتندار، یعنی بردبار باشه که کار سفیهانه ای را انجام نده. باز تعبیر غلام هم هست، باز کار داریم به غلام. غلام میگن چیزی بین کودکی و جوانی. به تعبیر اگه ما امروز بخوایم این را خوب همیتر درست ترجمه کنیم، این نوجوان. نوجوان ها تقریبا چند ساله جنابی؟ 13 ساله، 12 ساله، 14 ساله. روایت هم داریم که در این داستان ذبح که انشاءالله شروع میشه داستانش، حضرت اسماعیل علیه السلام یک نوجوان 13 ساله. پس غلام چیزی بین کودکی و جوانیه. جوانی اگه مثلا 15-16 ساله باشه، کودکی اگر 11 سالگی تا 11 سالگی کودک باشه، 13 و 12 و 14 تقریبا میشه گفت که غلام. فبشرناه به غلام حلیم. بله. استاد داستانش بسیار زیبا هست و با لسان گرمی شما و خواهش میکنم کلمات شیرینی که استفاده میکنید بسیار هم شیرین تر شده و بسیار مشتاق هستم که زودتر میان برنامه که عزیزان آماده کردن با هم ببینیم و بشنویم، برگردیم انشاءالله ادامه این قصه شیرین قرآنی را از زبان حضرت ببینیم. با ما باشید، با به وقت بیداریم. عید قربان، عید قربان، عید ذبح میوه دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل، عید برآمدن انسانی نو از خیشتن خیش، عید رهیدگی از اسارت نفس، عید لبیک به دعوت حق. ابراهیم علیه السلام می رود تا در مسلخ عشق پسرش اسماعیل را به اذن خدا قربانی کند. می رود تا رها شود از بندهای نیاز، تا به بی‌نیازی پروردگارش متصل شود، تا عشق برای همیشه سبز باشد و بندگی تا ابد شکوفه بار. ابراهیم و اسماعیل آرام آرام قدم بر می دارند و پرنده ها از امتداد گام هایشان پرواز می کنند. آسمان سنگین است، خورشید چشمانش را می بندد و زمین در درون خود به خود می پیچد. سخت است دل کندن، سخت است ندیدن و نبودن، اما خدا خواسته است. و این ابراهیم نبی است که از شوق رضایت پروردگار تنها پسرش را به قربانگاه میبرد و عشق مثل پروانه‌ای بیخبر روی شانه‌اش می‌نشیند و او سربلند در بندگی پروردگار چنین روزی را عید بندگی باقی می‌گذارد. عید قربان جلوگاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت. عید قربان نقطه عطف آزادی است در تاریخ اسارت‌ها و بردگی‌هایی که بر انسان تحمیل شده بود. مبارک باد این عید، نماد بزرگترین جشن رهایی انسان از وسوسه‌های ابلیس. تقدیم درودها و احترامهای مجدد به محضر یکایک که شما مؤمنان، شما ارجمندان. قبل از اینکه به محضر استاد رسولی عزیز برگردیم ادامه قصه شیرین ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام بشنویم، من پول ارتباطی را خدمت شما اعلام میکنم. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در خدمت شما بزرگواران هست. حتما از این پول ارتباطی استفاده بفرمایید، همانطور که قبلا های پیام های شما را ما دریافت کردیم.
پیام هایی که بالاخره شامل شاید انتقاداتی باشه از بنده و همکاران، پیشنهاداتی باشه به تهیه برنامه های بهتر و همچنین سوالات و تشکری هایی که از کارشناسان محترم داشت. جناب استاد رسولی عزیز، سوالی بود که چرا حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور شد تا پسرش، دلبندش، نور دلش به قربانگاه ببره؟ خدمتتون عرض کنم که ما یک سری مقدمات رو گفتیم که حضرت ابراهیم علیه السلام در مبارزه با بت پرستی و شرک و غیر خدا پرستی، خورشید پرستی، قمر پرستی، ستاره پرستی، بالاخره نتونست وجدان بابلیان را بیدار کنه، خواستن بسوزانن و حضرت ابراهیم بعد از این قضیه بابل را به مقصد فلسطین ترک کرد و قبلش هم دعا کرد، گفت خدایا برای ما از صالحین ببخش، یعنی فرزند ما بده. خدای تبارک و تعالی دعای حضرت ابراهیم علیه السلام را اجابت کرد و در فلسطین خدای تبارک و تعالی از طریق هاجر که ساره کنیز خودش هاجر را بخشید به حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت ابراهیم با هاجر ازدواج کرد. وقتی با هاجر ازدواج کرد، حضرت اسماعیل علیه السلام به دنیا آمد و وقتی به دنیا آمد خدای سبحان دستور داد، مأموریت داد، امتحانی دوباره برای ابراهیم علیه السلام دست و پا کرد و دستور داد که ای مادر و ای بچه کوچولو را بگیر و ببر در نزد بیت ما، که منظور مکه مکرمه کعبه چیه شریف اینجا قرار بده. این یک نوع امتحان است که ببینه چقدر حضرت ابراهیم در این مسیر اطاعت از دستورات حضرت حق. خیلی سخته یک بچه ایره که یک عمر انتظار آمدنش کشیده و هم تازه متولد شده، مادرش هم تنها، ایره بیایه فلسطین رو ببین، مکه مکرمه رو حداقل شاید 2000 کیلومتر این فاصله باشه و حضرت ابراهیم آمد. ادامش باز از قرآن میخوانیم. استاد، به نظر میرسه که هر چقدر مقام و درگاه الهی بالاتر و نزدیکتر است، درود بر شما، امتحان هم سخت‌تره. و اینم توجه داشته باشین که خدای تبارک و تعالی در یک جایی میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم خیال میکنن؟ احسب یعنی گمان میکنن، خیال میکنن اونایی که گفتن که ما ایمان آوردیم و امتحان نمیشون؟ نه، ولقد فتن الذين من قبلهم، ما هم اونا رو امتحان میکنیم و هم کسایی که قبل از اینا بوده امتحان. پس حضرت ابراهیم امتحانا یکی پشت سر دیگه. حالا حضرت ابراهیم بچه را آورد، مادر را آورد، یک مختصر غذایی و آبی در اند بیتک الحرام که کعبه شریف باشه، او زمان اقامه هم نشده بود، حالا در اثر طوفان نوح بوده چی رقم بوده، خراب شده بوده، اقامه هم نشده بوده، یعنی پا بر جا نشده بوده، بچه را میگذاره، مادرش را میگذاره، بر میگرده. دستور همی بوده. بعد چی میگه؟ میگه ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به واد غیر زیزر. خدایا من از ذریه خودم، یعنی از فرزند خودم، ایرو گذاشتم در یک وادی و سرزمینی که غیر زرع باشه، غیر زیزر باشه، یعنی هیچ زراعتی در نبوده، یعنی در مکه هیچ زراعتی نبوده، کی اند بیتک المحرم، در نزد خانه خودت، که چی شوه؟ فلسفه چیه؟ ربنا لیقیم الصلاة، من این کار کردم که اینا اقامه چی؟ تازه میگه لیقیمو، یک نفر یک پسر گذاشته، یک مادر، و چی میگه؟ میگه لیقیمو، صیغه جمع میبنده، تا اینها برگزار کنن و برپا دارن نماز رو، که انهو آینده را به صورت آشکار میدیده که از نسل و ذریه حضرت اسماعیل زبی چه شخصیت هایی مثل وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، امیر مؤمنان، ائمه اطهار به دنیا میآیند. ربنا لیقیم الصلاة، تا اینا نماز برپا کنن. چه امتحان سختی. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، خدایا قرار بده افئده یعنی فؤاد و قلب برخی از مردم را که به سوی اینها چی تمایل پیدا کنه. ای که ما امروز به سوی پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین قلب ما تمایل پیدا کرده نیست مگر دعای استجابت شده حضرت ابراهیم. خوش به حال انسانی که وقتی میشنوه امام حسین قلبش میگیره، اشکش جاری میشه، وقتی میشنوه امیرالمومنین شاد و خوشحال میشه، وقتی میشنوه فاطمه زهرا، چرا؟ چون از ذریه حضرت ابراهیمه. خب پس مادر و پسر گذاشت خودش رفت.
خب چند سبایی بیشتری آب و غذا تمام نشد، داستان داره مفصل. آب و غذا تمام شد، هاجر به دنبال آب بین صفا و مروه 7 مرتبه گردش کرد. یعنی می آمد سر کوی صفا، می دید سر کوی مروه او طرف آبه، باز می دوید دو طرف 7 مرتبه این تیک. مادر بیچاره خسته تنها در یک وادی غیر زیزره، ای چی امتحانه؟ پس هرچی درجه و مقام باشه امتحان بالاتره. میگه در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپیده. دقیقا اون لحظاتی که دیگه آخرین رمقهای هاجر و آخرین رمقهای اسماعیل کودک شیرخوار دیگه ناامید از همه جا آمد، دید که اما جایی که حضرت ابراهیم اسماعیل پاهای خود در اثر آتش و تشنگی و بیپدری و بیمادری، مادرش که در حال گشتن بود و پدرش هم در فلسطین بود، میگه آب از زیر پای اسماعیل جاری شد. زمزم یعنی جاری شدن چی؟ آب. زمزم از همون جاست. خب ابراهیم علیه السلام رفت و آمد داشت، هر از چندگاهی میرفت و میآمد. تا ادامه شه باز دوباره از بله. قرآن خدمت شما باشیم. بس ما بسیار زیبا احساسی در این لحظاتی که چند شاید یکی دو ساعتی باشه که ما وارد عید قربان و بله. عید اضحا شده. سعادتیه که انسان در این ایام و دل شبان روز از قهرمان توحید بگویه، از ذبیح الله بگویه، از هاجر مادری که کوه صبر و استقامت بوده. مادران پس دری برای پدران میانسال و کهنسال، البته ما کهنسال نیستیم ولی میانسال هستیم مثل ما، و فرزندانی مثل حضرت اسماعیل در مثل سال، و مادران همهش درسه، کل دیگه اینا برای درسه دیگه، قصه گویی که نداره قرآن. فبشرناه به غلام حلیم، پس ما بشارت دادیم رو به غلام حلیم. حالا فلما بلغ معه السعی، میگه زمانی که حضرت ابراهیم به اندازه سعی و تلاش رسید، خب کودک و سعی تلاش نمیکنه، معمولا از نوجوانی سعی و تلاش چی میشه؟ شروع میشه که روایات داریم میگه حضرت اسماعیل علیه السلام 13 ساله بود. آخرین باری که ابراهیم علیه السلام آمد از فلسطین به مکه، دید یک نوجوان زیبا، میگه که بسیار خوشحال شد به قد بالای زیر به زیبا. خب زیبا بوده، به زیبایی زیر نگاه کرد، قطعا خدا را شاکر بوده. فعلا پس در این سال که رسیده، قال یا بنیه، یعنی دلش تاثیر کرد، عجب بچی، عجب زیبا. میگه قال یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، میگه همو دلش که خطور کرد شب هشتم، یعنی یوم الترویه روز هشتم که شبش در خواب دید که شب هشتم که دستور داده شد که ابراهیم بچه تو قربانی در خواب. در خواب بله، دقیقا تعبیر قرآنیه، فی المنام در خواب، انی از وحک، دید که قربانی کن. استاد خواب حجت است؟ ها خدمت شما عرض کنم که بره پیامبر و برای اولیاء الله حجته. چرا؟ چون شیطان و هوای نفس در خواب از اینا راه نداره. اتفاقا برخی از وحی هایی که به پیامبران گذشته و از جمله پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میشده در خواب بوده، پس خواب حجت است. حالا خودش مثلا حضرت ابراهیم دیگه مثلا تکان نداد تا شب نهم، باز دوباره همین خواب را شب دهم که شب عید قربانه که فردا عید قربان میشه، بازم این خواب دید، یقین ثابت شد که این خواب الهام از طرف حضرت حق. حالا چی کنم؟ بچه 13 ساله، مادر ده سن سال، خودش ده سن سال، چی کنم؟ ما اگر باشیم چی میکنیم؟ ببین حضرت ابراهیم علیه السلام با تمام وجود صاف و ساده راست حسینی، ما نمیگیم راست حسینی، آمد به اسماعیل صدا کرد، گفت بچه بینج. قرآن میگه قال، ایتونه میگه قرآن قال یا بنیه، ای بنیه یعنی ای دلبندم، ای میوه دلم، ای به تعبیر ما که میگه جگرم، ای میوه قلبم، اینی ارا، به درستی من میبینم در خواب، انی این که من از بحکه تو را ذبح میکنم، چیزی دیگه نگفت. بعد میگه فنظر مازا ترا، نظر تو چیه؟ خیلی سخت شده. نظر تو چیه؟ بنابراین
ابراهیم خلیل اهل گول زدن و بازی دادن و نمیدونم بریم شکار و نمیدونم یک جای دیگه چشم زیر مثلا دور ببینه یک دوگی را زب کنه، این خمی نیست. قضیه کشته شدنه، یعنی چی؟ یعنی کار در گلو گذاشته شدنه. بنابراین بچه را که این بچه داستان اینجا حضرت اسماعیل علیه السلام در جریان میگذاره، مگه قضیه از این قمه فنظر ما آزاد را تو چی؟ پس ما باید در امور خطیر و مهم با بچه های خودمان که نوجوان و جوان چی کنیم؟ مشورت کنیم. خیلی بده ما برای فرزند خودم زن انتخاب کنم اما تا آخر کار او خبر نداشته باشه یا او اصلا دلش نباشه. من دلم است که با دختر برادرم ازدواج کنه، او در حباله و در عشق و علاقه یکی دیگه باشه. فنظر ماذا ترا، ببین نظر تو چیه؟ امی پسر از همو پدره، میگه پسر گر ندارد نشان از پدر تو بیگانه خانش مخانش. پسرم با یک دنیا عظمت نگفت که پدر جان خواه این ممکنه چیزی داشته باشه، تعبیرش چیزی دیگه باشه، عمر ما دراز میشه، ممکنه به تعبیراتی داشته باشه. قال یا ابته، ای پدر جان، یعنی در این هیچ احساس ناراحتی رو ما نمیبینیم، بلکه احساس چیه؟ عطوفت، مهربانیه. میگه یا ابت افعل ما تومر، نمیگه پدر مرا بکش مرا زب کن، میگه با آنچه دستور داده ای عمل کن، افعل انجام بده ما او چیزی را که به او چی شده امر شده، امر شده ما تومر. باز درس نه؟ بله. باز نمیگه که ما هستم که مثلا این رقم، نه. چی میگه؟ چون و چرایی هم نیست. ستجدونی، بله، انشاءالله به زودی سچت تجدونی انشاءالله من الصابرین، میگه مرا صابرین خواهی یافت، اما باد به غبغب نمیندازه که من این کارو میکنم انشاءالله اگر خدا بسیار ما این کارو میکنیم انشاءالله، او کارو نمیکنیم انشاءالله، فلان اتفاق قرار بیفته انشاءالله. بله، تا نباشد امر از سلطان تخت، کی بریزد برگ از شاخ درخت. بله، بعد دیگه الان ما یک پولی داریم، بعضی وقتا در پول ما غره میشیم، یک زور بازوی داریم، در زور بازوی غره میشیم، یک مقامی داریم، در مقام خود ما غره میشیم، یک شکل و صورتی داریم، یک صدای خوبی داریم، به اینا غره میشیم، و حال اون که هیچ کدام از اینا از ما نیست، آنی خدای تبارک و تعالی اراده کنه از ما ایره چیه؟ میگیره. پس میگه ستجدونی، یعنی زود است که مرا بیابی از صابران، البته انشاءالله. استاد تک تک عبارات قرآن در مورد قصه حضرت اسماعیل جای صحبت و سوال داره، ولی واقعا ما سعی میکنیم که وقت بیشتر به حضرت عالی اختصاص بدیم تا آنچه که برنامه ریزی کردید تا پایان برنامه انشاءالله انجام شده. در بخش سوم استاد ادامه قصه شیرین خواهیم شنید. سلامت باشید. تبریک عرض میکنیم عید سعید قربان به شما عزیزان، و همچنان با به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی همراه هستید. خسته ام از خودم و از همه عالم جز تو، زخم ها خورده ام از عالم و آدم جز تو، دل به من دادی و غافل نشدی از حالم، دل به هر کس که دلم خواست سپردم جز تو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تبریک عرض میکنیم باز هم به شما عزیزان حلول عید سعید قربان.
و همچنان با به وقت بیداری مهمان شما عزیزان هستیم. از طریق فضای مجازی هم این برنامه رو میتوانید دریافت کنید. آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب پل‌های ارتباطی در فضای مجازی هستند که با سرچ کردن موضوعی برنامه‌های به وقت بیداری و دیگر برنامه‌های رسانه جهانی هادی میتوانید با آنها دسترسی داشته باشید. جناب استاد رسولی عزیز، یک سوالی که به نظرم شاید سوال بعضی از دوستان هم باشه، آیا از وسوسه ها و خرابکاری های شیطان هم در این داستان خبری هست یا خیر؟ قطعا خبری است. شیطان دشمن قسم خورده انسانه و تعبیر نص قرآن که انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکار شماه. بله، وقتی که پدر و پسر با هم اختلاط کردن، گفتگو کردن، به این نتیجه رسیدن که باید اسماعیل در راه خدای تبارک و تعالی و به دستور خدای تبارک و تعالی قربانی شوه. البته من همینجا یک نکته را عرض کنم، ممکنه بعضیا بگه چطور خدا امر کرد که یک انسانی کشته شوه؟ این امر اوامر امتحانیه. خدای تبارک و تعالی نمیخواد که در خارج یک انسانی کشته شود. امر کرده که درجه تسلیم طرف را چیکار کنه؟ برای خودش نشان بده، برای عالمیان نشان بده، برای خود خدای تبارک و تعالی که تمام چیزا از هر من شمسه، این روشن‌تر از خورشیده. میگه وقتی که دو تا پدر و پسر آماده شدن که به سوی قربانگاه برود و حضرت اسماعیل قربانی شود، اولین خب حضرت اسماعیل به حضرت ابراهیم به حضرت هاجر گفت که مثلا لباسای نو برای پسر بده، مثلا چشمایش سرمه کو، زلفایش شانه کو، که میخوایم به پیش دوست بریم. و دروغ هم نیست، دوست منظور از دوست حضرت حقه. وقتی که پدر و پسر جدا شدن که به طرف قربانگاه روان شوند، البته قبلش یک کاردی هم گرفته بودن، یک ریسمانی هم گرفته بودن، وقتی که یک مقدار اینا دور شدن، شیطان در او چیزی که در روایاته و ما خدمت شما عرض کنم، بیشترین این داستان و قصه در تفسیر نمونه دوستان بزرگوار ببینن، جلد 19 سوره صافات. در سوره صافات خدمتتون عرض کنم که از آیه 101 و 102 به بعد شروع میشه که در جلد تفسیر نمونه هست. میگه وقتی که داشتن میرفتن، شیطان به صورت یک پیرمرد خود ظاهر کرد، گفت که هاجر، خبرداری که ابراهیم اسماعیل کجا میبره؟ گفت که خب میرن پیش دوست. گفت نه، میخوای را بکشه. گفت نخیر، هیچ پدری در حق پسر خودش این کار را انجام نمیدهد، مخصوصا پدر رحیم و مهربان مثل ابراهیم. گفت نه، ابراهیم تصورش بر ایه که این دستور خداست. گفت اگر دستور خدا باشه هیچ باکی نیست و ما در مقابل دستور خدای تبارک و تعالی صابر و شکیباییم. ظاهرا برخی از روایات هم میگه که وقتی شیطان باز زیاد شروع کرد به وسوسه کردن، یک سنگی رو گرفت و شیطان از خودش دور کرد. این مادره میگه چون دستور از خدای تبارک و تعالی مشکلی نیست. باز دوباره شیطان به سراغ اسماعیل هم میآید، اسماعیل رو هم وسوسه میکنه که باز با زدن سنگ از خودش دور میکنه. آخرین بار دوباره به سراغ حضرت ابراهیم میآید، میگوید این دستور دستور شیطانیه. میگه تو خودت شیطان هستی، گمش. و شیطان باز با زدن سنگ از خودش دور میکنه که امروزه حجاج در رمی عقبه، اونجا که به اصطلاح عقبه اولا و وسطا و آخری که شیطان با 7 سنگ میزنن، این نماد از همونجاست، از همونجا گرفته شده که حضرت ابراهیم و اسماعیل شیطان با سنگ از خودشان راند، بالاخره آمدن. حالا میگه که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل آغوش در آغوش هم دیگر شدن، پدر پسر را بوسید، پسر پدر را بوسید. یک صحنه بسیار عجیب اتفاق افتاد. میگه حضرت ابراهیم آخرین لحظاتی که حضرت اسماعیل تماشا میکرد، حضرت اسماعیل گفت که پدر جان، من چند وصیت دارم. اولین وصیتم ایست که پیراهن مرا بکش که خونی نشود. بعد از اینکه مرا ذبح کردی، پیراهن مرا ببر برای مادرم، که اگر یه وقت مادرم دلش برای من تنگ شد، پیراهن مرا به سینه بچسبانه و بوی مرا از پیراهن مرا چی کنه؟ استشمام کنه و تشفی دلش باشه. دیگه ای که پدر جان، دست و پای مرا محکم ببند که دست و پا نزنم. دیگه ای که پدر جان، مرا با صورت بخوابان. چرا؟ چون اون لحظه ای که کارد به گلوی من میکشی، چشم در چشم من نیفته و عطوفت و مهربانی پدری و پسری به غلیان و جوشش نیایه و دست مثلا چیه؟ نلرزه.
دیگه میگه پدر کارد تیز کن تا فوراً این قضیه چی شوه اتفاق افتاده. خدا داستان این داستانا در روایات است و خدا در قرآن رقم میفرماید فلما اسلما، وقتی که هر دو تسلیم شدن. دیگه وقتی که خدای تبارک و تعالی میگه اسلما، یعنی از همه چیز گذشت، پدر از پسر گذشت، پسر از جان جانان و شیرین خودش گذشت، یعنی تسلیم در مقابل حضرت حق. فلما اسلما و تله للجبین، همون رقم که خواهش اسماعیل ذبیح بود، تله للجبین، یعنی او رو با صورت به زمین چیکار کرد؟ خوابان. میگه که چاقو رو وقتی کشید حضرت ابراهیم که گلوی نازک اسماعیل بریده شود، بریده نشد. دوباره چاقو رو کشید، بریده نشد. ابراهیم از اسماعیل مشورت میگیر، میگه پسر چه کنم، چاقو نمیبره. میگه پدر مانند نهر کار بگیر، همون رقم که شطور رو نهر میکنن یک جایش. و خواست که ابراهیم این کار رو انجام بدهد، میگه قبلش ناراحت شد، زد به سنگ چاقو رو. وقتی به سنگ زد، چاقو سنگ خارا را برش کرد، تعجب کرد، سنگ به صدا در آمد، گفت ای ابراهیم، خلیل میخواهد که ببرد، اما جلیل که خدای تبارک و تعالی میخواهد که نبره و نبرید. در همین ابراهیم بسیار ناراحت شد که چرا دستور انجام نمیشه. و نادینا ای یا ابراهیم، ما ندا دادیم که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو رؤیایی که دیده بودی با این کاری که انجام دادی تصدیق کردی، یعنی کارت انجام دادی. انا کذالک نجزی المحسنین، ما این گونه محسنین رو پاداش میدیم. پاداش چی؟ پسر کشته نشده، دستور انجام شده، از امتحان سرخ روی بیرون آمده. بعدا باز ادامه آیه میگیم که چی گپ است. ان هاذا لهو البلاء المبین، این یک امتحان آشکار بود. پس امتحان پدر و پسر از یک سو، مادر از سوی دیگر، از این امتحان سرخ رو و شیطان لعین رجیم سیاه روی بیرون آمد. و فدیناه بذبح عظیم، و ما فدیه دادیم به جای ابراهیم یک ذبح عظیم را، یک گوسفند را. حالا میگن چرا ذبح عظیمه؟ میگه یک گوسفنده یک دفعه کشته شده، اما از او زمان تا قاف قیامت میلیون ها گوسفند فدای یک تار موی حضرت کی میشه؟ اسماعیلی که کشته هم نشد. فدیناه به ذبح عظیم، یعنی ما فدیه دادیم، یک فدیه آوردیم، خونبها به جای حضرت اسماعیل کی کشته شد؟ گوسفند ذبح شد. و ترکنا علیه فی الاخرین، و ما به جا گذاشتیم نام حضرت ابراهیم. ما افتخار میکنیم که امروز ملت حضرت ابراهیم است. یهودیت افتخار میکنه، مسیحیت هم افتخار میکنه، و در ادیان دیگر ابراهیمی. این داستان در ادیان دیگر هم بله، در ادیان دیگر که یعنی منظور در تورات آمده، در انجیل هم به یک نحو اشاره شده، ولی در تورات خواسته که قهرمان داستان حضرت اسحاق باشه. ولی خود قرآن از خود قرآن هم استفاده میشه، روایات هم در این زمینه هست که این داستان خدمتتون عرض کنم که حضرت اسحاق نبوده. چرا؟ چون میگه که در ادامش میگه سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین و بشرناه به اسحاق. بعد از این داستان بعد از این داستان و این زب تمام شد، دیگه تمام شد، خداوند درود و سلام را به حضرت ابراهیم فرستاد، بعد میگه و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، ما بشارت دادیم به ابراهیم که یک اسحاق دیگری که او هم نبیه خواهد آمد. پس این میتونه دو کس باشه. بله. اولی داستانش تمام شد که ابراهیم خلیل باشه، حضرت اسماعیل باشه، دومی حضرت اسحاق باشه. روایت هم داریم که پیامبر گفته من ابن الذبیحینم، من فرزند دو ذبیحم، یک ذبیح حضرت اسماعیل و یک ذبیح دیگه هم عبدالله است. قرار بود عبدالله را هم حضرت عبدالمطلب قربانی کنه، اما خب به دستور خدای تبارک و تعالی قربانی نکرد و به جای 100 دانه شتر را قربانی کرد. قهرمان داستان ما حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم و حضرت هاجر. و دیگر قهرمان ما بعد از هزاران سال وجود نازنین سید الشهدا امام حسین
در صحرای کربلا که در روز یوم الترویه یعنی روز هشتم حج تبدیل به عمره کردند و از مکه مکرمه آمدند به سوی کربلا تا ذبح عظیم در کربلا اتفاق میفت. سلام و درود خداوند بر حسین و اولاد حسین. بسیار تشکر استاد. بسیار لطف کردیم استاد. ما قدردان شما هستم از حضور تا دهی برنامه و این احساس پاک و زیبای شما در این لحظات آخر که با عزیزان ما به اشتراک گذاشتین، از قصه حضرت اسماعیل آغاز کردین و رسیدیم به کربلای آقای ما حسین علیه السلام. قبول باشه استاد، خدا خیرتون بده، انشالله که شما رو بازم در این برنامه زیارت کنیم. سلامت باشین. عزیزان همراه تشکر میکنیم از یکایک که شما بزرگواران، شما مؤمنین عزیز که از ابتدای برنامه امشب ویژه برنامه تقدیمی از رسانه جهانی هادی در قالب به وقت بیداری با نام قصه ذبح حضرت اسماعیل که برسیم به جمله آخر حضرت استاد رسولی عزیز. انشاءالله که آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام دستگیر همه ما باشند و انشاءالله که در برنامه های بعد هم از همراهی همه شما عزیزان بهرمند شویم و امید دیدار. صلواتی میفرستیم بر محمد و آل محمد.